دیگه راهم رفته نمیتوانید نمیتوانید ما میتوانید کاری کاریه من نمیفهمم خودت انداختی هستن آه، من آه، آه. الان یک ساله دارم به همه میگم ما میتوانیم دوستان عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما امیدوار هستم که خوب باشید در استودیوی تلویزیون و رادیو ای, ای جی هستیم در خدمت مدیران برگزار کننده جشنواره فیلم های کمدی که در تاریخ نهم و دهم در تورنتو قرار هست که برگزار بشه در کنار من هم اکنون جناب آقای محسن قراچلو مدیریت محترم روابط عمومی این جشنواره حضور دارند. سلام عرض کنم خدمت شما و خیلی خوش آمدید. ممکنه در ارتباط با تیم های شرکت کننده و برگزار کننده این جشنواره و همچنین ها که در این جشنواره حضور دارند توضیحی بدین بله قبل از هر چیز سلام عرض می کنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون خیلی متشکرم که این فرصت رو به من و دوستان عزیزم دادین تا در خصوص جشنواره بتونیم اطلاع رسانی رو به بینندگان شما داشته باشیم خدمتون عرض کنم که جشنواره کمدی فینیکس در روزهای نهم و دهم جون در موزه آقاخان برگزار خواهد شد و در این راستا خب تیم های خیلی مختلفی ما را همراهی می کنند بالغ بر صد نفر از والنتیر های عزیز ما هستند که در این زمینه دارن کمک می این مجموعه رو تیمی داریم به نام آپریشنز که اون دو روز جشنواره تقریبا میشه گفت کلیه زحمات رو به عهده می گیرند و کارهایی که داخل سالن انجام میشه رو اجرا خواهند کرد تیم دیگر ما تیم هاستینگز هستش که از همین الان کار رو تقریبا شروع کردند و مهمانانی که میان از ایران و مهمانان جشنواره هستن اونها رو به استقبالشون میرند در اون دو روز همراه این عزیزان هستند در تمام مدت جشنواره تیم دیگری که خیلی زحمت میکشه تیم ادورتایز و مارکتینگ ما هستش که تمام این کارها و تقریبا میشه گفتش که تبلیغاتی که در سطح شهر میبینیم حاصل تلاش این دوستانمون هستش نه تنها تبلیغاتی که حالا در روزنامهها ویا یا بیل ها اتفاق افتاده تبلیغاتی که در رسانه های مجازی در اینستاگرام تلگرام هستش از طریق اونها انجام شد تیم دیگری که داریم و خیلی زحمت میکشه تیم پروگرامینگ ما هست که تمام برنامه ریزی ها که هر روز چه برنامه ای قرار بگیره تایم پلان ها رو اونها زحمتش رو کشیدن و در انتها تیم بنده هستش که در خدمت جشنواره هستم در خصوص پابلیک ریلیشنز هستش و مدیا ریلیشنز و هدف ما هم معرفی هرچه بهتر جشنواره به تمامی دوستان و هموطنانمون هستش در تورنتو. جناب آقای گنجوی خسته نباشید چه خبر از جشنواره؟ ممنون وارد ده روز آخر جشنواره شدیم و اوج و فشارها تو این چند روز چند تا برنامه جدید رو به جشنواره اضافه کردیم یه برنامه ویژه داریم برای فیلم خوک فیلم خوک تقریبا از پر افتخارتن از بهترین کارهای امسال سینما ایران است در جشنواره برلین به نمایش در اومد خیلی خوشحالیم که این امکان به ما داده شده که برای اولین بار تو کانادا ما این فیلم رو به نمایش بگذاریم مانی حقیقی کارگردانی هست که نشون داده در این سالها حرفای زیادی رو برای سینما ایران داره دیبرایان در این مسابقه اخیرش کرده بود که آینده سینما ایران رو جهانی حقیقی تعیین میکنه ما خوشحالیم که همچنین فیلمی رو داریم آمدن آقای رضای اتاران کاملا قطعی شد و فکر میکنم اتفاقات خیلی خوبی داره میفته و استقبال از جشنواره هم خیلی خوب بوده و, با تشکر ویژه که از مردم تورنتو این جشنواره متعلق به مردم تورنتو هسته برای کامیونیتی ایرانی اگر مردم باشن حمایت اونها باشه ما میتونیم این رو ادامه بدیم اگر نباشن این جشنواره هیچ معنایی نداره بعد واقعا تشکر ویژه رو کرد از رسانه های که به فرهنگ ایرانی علاقمند هستند و سعی میکنن که اگر میبینن کار مثبت موثری در جامعه اینجا داره صورت میگیره از اون کار حمایت بکنن بر حال من فکر میکنم این سینما ایران یک بخش مهمی از اون نظامی هستی که میتونه به فرهنگ ایرانی اینجا معنا بده همونجور که در ماجره وایشتاین هم دیدیم سینما نقش خیلی مهمی رو داره در اینکه یک ایده و یک ایدئولوژی رو یا نشون بده یا با اون مبارزه بپردازه در رابطه با مراسم افتتاحیه فرمایید و مراسم بزرگداشت آقای عطاران که قرار هست برگزار بشه در خلال جشنواره عرض به حضورتون که دوستان تصمیم گرفتن در خصوص برنامه افتتاحیه امسال یک برنامه رو جهت بزرگ داشت و تقدیر از زحمات جناب آقای رضا عطاران که در سالیان سال فیلم ها و نقش بسیار خاطر انگیز رو برای همه ما ایرانی ها بازی کردن رو انجام بدن در کنار اون همکاران ایشون هم حضور خواهند داشت در این مراسم و این باعث افتخار هنرمندان گرامی جناب آقای مانی حقیقی، آقای حمید فرخ نژاد عزیز، آقای هومن سیدی، عرض به حضورتون خانم سرکار خانم تینا پاک روان و عرضم به جناب پژمان جمشیدی و پژمان رهبر همه این عزیزان در این مراسم حضور خواهند داشت. مراسم افتتاحی ما همراه با فرش قرمز هست که فرصت مناسبی هستش برای تمام عرضم به حضورتون هموطنان ما که فرصتش رو دارن با این عزیزان عکس به یادگار بگیرند و خاطری رو از اون روز داشته باشند بعد از اون جشنواره با پیام ویژه دبیر جشنواره شروع خواهد شد مهمانان ویژه ای خواهیم داشت که در اون روز سخنرانی رو خواهند کرد البته من اسامی رو نمیبرم که سورپرایز باشه برای شرکت کنندگان عزیز و در کنار اون هم از اسپانسر که همیشه حامی و یاور برنامه ها بودند برنامه های فرهنگی و هنری از اونها تقدیر و تشکر خواهد شد قطعا بدون حضور آنها و یاری و حمایت این عزیزان خب اینجور برنامه ها با این صد و با این کیفیت اجراش غیرقابل قابل انجام هستش در خاتمه هم نمایش فیلم نهنگ انبر دو رو داریم که به همراه آقای رضا عطاران نمایش داده خواهد شد و این تقریبا میشه گفتش که در حال حاضر برنامه افتتاحی ما هستش امسال ما سه داور داریم که از داورهای بسیار از آدمهای بسیار محترم شناخته شده یه سینما ایران هستن آقای دادگو که سالها سابقه تهیه کنندگی در سینما ایران رو داره در کسی بودش که سازنده و خالق uh, شرک سینمایی تو ایران بود uh, در فیلم های مثل کلاه قرمزی تشتایی کنندگی رو براخته داشت ایشون که از داوران برجستی امسال جشنواره ما خواهند بود آقای کرمپور که خودشون یکی از مهمترین کارگردان های امسال این سال های سینما ایران هستن فیلم مثل چی کسی امیر و کش پل چوبی رو داشتن و فیلم صوفی دیوانه آخرین فیلمشون افتخار دادن و امسال در جشوار ما به عنوان داور خواهند بود که, که داوری که از و از این سلبریتی که ما بریم کم تر نیستن از لحاظ نام و اعتبار آقای معززینیا که از شناخته شده ترین منتقدین سینما ایران به حساب میان ما سردبیر نشریه 24 بودن انسان بسیار محترم که اینجا کارگاه کار... فیلم... فیلم،, و نقد سینمایی رو هم بر دارن ایشون هم افتخار دادن و داور جشنواره ما شدن به در هشت کاتگوری جایزه خواهیم داد و سعی خواهیم کرد که یک نگاهی تازه رو به سینمای کمدی مطرح کنیم وای 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 تو تالا دیدی من از کسی شماره رو بگیرم شما شماره من نمیخواستم نه یا این تو صحبت کنیم تنر زده قرمان بهش میگو زیاد حرف میزنیم آه من حرف زیاد میزنیم آقا با اون زر با من زر با همه زر چکی تو ما هم باره نسکن ممکنه مهمان‌های جشن جشفاره معرفی بفرمایین بله آقای رضای عطاران آقای حمید فرخ نژاد، آقای پژمان جمشیدی، آقای هومن سیدی، سرکار خانم تینا پارک روان، آقای پژمان رهبر تشریف میارم برای جشنواره. و راجع به زمانبندی فیلم ها هم توضیح می حتما زمان فیلم ها اینطوریه که بزرگداشت آقای اتاران رو داریم با فیلم نهنگ انبر دو بعد فیلم مصادره پخش میشه که فیلم جدید آقای عطاران هستش فیلم لونه زنبور رو داریم آقای پژمان جمشیدی و آقای فرخ نژاد تشریف میارن و فیلم خجالت نکش و همینطور فیلم تگزاس روز اول اکران داره روز دوم دو سانس فیلم مصادره رو داریم و اختتامیمون با آقای حقیقی فیلم خوک رو اکر اکرانش رو داریم خب آقای سلیمیان ما اسم شما رو عنوان شما رو به عنوان کارگردان طراح صحنه در تورنتو زیاد دیدیم و شنیدیم این بار هم اسم شما رو دیدیم به عنوان مدیریت اجرایی در جشنواره فیلم های کمدی خب خیلی جالب هست برای بینندگان و شنوندگان ما که شما رو ببینن این همه اکتیو هستید و انقدر در حقیقت نقش اجرایی فراوانی دارید میشه به علت این همه علاقه و انگیزه شما به فعالیت های هنری در این زمینه چیه این سال با مزه برمیگره به کودکی من خب وقتی یادم بیش فعال باشه تو همه کارا بخیر معروفی فضولی میکنه اما حقیقت اینه که اتفاقاتی در تورنتو داره میفته خیلی خوبه ببینین شما حالا من چون بیشتر در زمینه تئاتر کار میکنم چهار پنج تا تئاتر پشت سر هم داشتیم که یکی از یکی بهتر بود و بعد اتفاقات خوبی داره میفته جشنواره سامر باکس داره میاد که یکی از دوستان عزیزمون تو اون جشنواره شرکت کرده و کارش قبول شده و من فکر می که همه این اتفاقا به خاطر ساپورت جامعه ایرانی هست و این تشویقایی که جامعه ایرانی داره میکنه هنرمندای ما انگیزه پیدا کردن و من حقیقتش رو بخواین همه کارهایی که انجام میدم داوطلبانه است و افتخار میکنم که داوطلبم ولی فکر میکنم که بودن و کمک کردن به کسانی مثل دکتر گنجوی مثل کسانی که کار می میکنن کسی که کار سینما میکنن و کسایی که جشواره میارن تاس از بیرون میارن تاس رو اینجا دارن کار میکنن فیلمایی رو اینجا دارن میسازن باعث میشه که دلگرم باشن خوشحال باشن به هر حال نامهربونی هست حرف و حدیث هست تهمتهایی زده میشه ولی وجود آدمایی که بتونه ساپورتشون کنه اسپانسرایی که میان کمک میکنه مردمی که میان کارو میبینن که به نظر من بزرگترین سرمایه همین مردم هستن باعث میشه که این اتفاقات بیشتر بیفته و شما که دقت کنین تورنتو تبدیل شده به یک قطب به فرهنگی برای ایرانیان و شاید هیچ جای دیگه حتی با اینکه لس آنجلس جمعیتش جمعیت ایرانیاش خیلی بیشتر از اینجاست این همه اتفاق خوب توش نمیافته در اکثر فستیوال صحبت شد 20 درصد هزینه ها رو فقط میتونید امیدوار باشید که از را بلیت و اینا بتونید تامین کنید 80 درصد جشوار ها معمولا 80 درصد هزینه ها معمولا برای اسپانسر است ما دوست داریم به جایی برسیم که اصلا فیلم ها رو رایگان پخش بکنیم این هدف آینده فکر می باید داشته باشیم برای به اینجا برسیم با اسپانسر های قوی داشته باشیم و هر ما بتونیم این سینما ایران رو بهتر و در شرایط عادلانه برای تعداد بیشتری عرضه بکنیم من فکر می‌کنم هم قدم موثرتری رو داشتیم برای اینکه سینما رو به خانه های ایرانی تر بکنیم و من می‌خواستم تشکر ویژه‌ای رو از تمامی اسپانسرها بکنم که از کار ما حمایت میکنند و ما امکان میدن که با وجود تمام مشکلات چنین هایی رو داشته باشیم به غیر از فیلمی که اشاره کردین برای مراسم اختتامیه برنامه دیگه‌ای وجود داره بله برای برنامه اختتامیه دوباره برنامه جداگونه در نظر گرفته شده همراه با فرش قرمز هستش مجددن ولی در اون برنامه ما جوایز رو هم انتخاب داوران هیئت داوران و هم جایزه انتخاب مردمی رو به عزیزانی که در مسابقه شرکت کردن تقدیم خواهیم کرد در کنار اون در ارزم بزرگتون که گروه موسیقی دایره حضور داره و برای ما هنرنمایی خواهند کرد ما به همچنین نمایش اختصاصی فیلم خوک رو داریم یکی از فیلم های خیلی زیبای کمدی حال حاضر هستش که با حضور جناب آقای مانی حقیقی این کار انجام خواهد شد و همچنین همراه با جلسه پرسش و پاسخ با حضور ایشون خواهد بود حرکت سوال بسیار خوبی کردیم ولی من, این من میخوام اینو برگردونم به خود شما میخوام بدونم که شما در به عنوان یک بیننده و کسی که زحمت میکشین همیشه گزارش تهیه میکنین و در به قول معروف اتفاقاتی که میفته همیشه صحیم بودین چه نظری دارین شما کجا میبینین من میخوام این سوال از شما بکنم ممنون از اینکه از من سوال میکنید راستش من خب به خاطر این گزارش هایی که میگیریم در ایونت های مختلفی حضور داریم و تئاتر های مختلفی میبینیم در فستیوال های مختلفی میریم و شاید موفق نشم همه فیلم ها رو ببینم یا همه تئاتر ها رو ببینم ولی وقتی استقبال مردم رو و خوشحالی مردم رو از برگزاری این ایونت ها میبینم یک احساس غرور و احساس رضایتی در خودم هست و اینکه همونطور که شما این فعالیت ها رو طلبان انجام میدید خب شبکه ما همین فعالیت ها رو کاملا از سر داف این کار رو انجام میده و این فعالیت و این گزارش ها رو میگیره برای اینکه خدمتی کرده باشه به کامیونیتی ایرانی ها و در جهت ارتقای این ذوق هنری و این تولیدات فرهنگی قدمی هر چند کوچیک برداشته باشه ما هم تلاش میکنیم که اون جایی برسیم که کامیونیتی ما کامیونیتی شناخته شده تری باشه در بین بقیه اقوام که در تورنتو هستن و تورنتو رو واقعا به قطب بی بدیل مرکز هنری ایرانیان خارج از ایران تبدیل بکنیم بسیار علی. من خیلی خوشحالم که اینو میشنوم این چیزی که شما گفتین من بارها از دوستان شنیدم خیلی موقع من کسی رو نمیشناسم یا جلو میگیره می میگه من تئاتر رو دیدم سه روز تو فکر بودم گریه کردم باهاش خندیدم هاش مرسی که گروه های تئاتر رو میاریم مرسی که فستیوال فیلم برگزار میکنین علی رغم بعضی از نامهربونی ها این باعث دلگرمیه و این قدرانی مردم باعث میشه که ما خستگی بذاریم کنار با عشق و علاقه بیایم از وقت و هزینه و همه چیز صرف نظر کنیم و کمک کنیم و مطمئنم که این امر ادامه پیدا خواهد کرد بسیار از فیلم هایی که انتخاب شده در این جشنواره در طی این سالها ها فیلم های ایرانی بودند که در داخل ایران ساخته شدن چرا از فیلم های ایرانی که خارج از ایران ساخته شدند دعوت نمیشه خب این برمیگرده به واقعیتی که ما باید قبول بکنیم در مورد سینما تا حد زیادی اینکه برخلاف رشته های مثل موسیقی فیلم خوب در داخل ایران کارشون رو میتونن تولید بکنن فیلم خوبی داشتیم که مهاجرت کردن و نتونستن فیلم قوی و موثری رو تولید بکنن و شکست خوردن به حال سینما صنعتی پیچیده هست با مکانیزمهای خیلی پیچیده شکل میگیره و فاکتورهای زیادی درش شکل میگیرن و فیلم سازایی که خارش کار کردن نتونستن کار قوی رو تولید بکنن و خب ما خیلی به کیفیت برام مهم بود و خاطر همین کیفیت توجه ویژه رو به سینماگران داخل ایران داشتیم که کارهای خوبی رو میتونستن تولید بکنن جایزه رفتن جشنواره رفتن ولی من متوجه شدم که در این دو سال اخیر ما با نسل جدید از سینماگرای ایرانی خارج از کشور روبرو رو هستیم کارهای قوی رو دارن تولید میکنن که جایزه هم دارن میگیرن و واقعا با پتانسیل ها و استاندارد های روز جهانی هیچ دست کمی رو ندارن مثلا ما امسال فیلم یک کارگردان خیلی خوب مثل رو داشتیم در جشنواره سندن سیک از خانم های ایرانی جایزه اصلی جشنواره رو, رو کسب کرد یا ما فیلمی رو داشتیم از آقای فرهادی که در خارج از گران فیلم بسیار قوی با معیارهای اسپانیایی رو تورید کرد یا ما فیلم اسکری رو داشتیم در جشنواره کن در بخش نوعی نگاه جایزه بهترین فیلم رو برد انوری رو آقای انوری رو داشتیم که در جای نامزد اسکار از کشور انگلیس شد فرق کرده و اوزا وقتی اوزا فرق کرده ما هم تحول پیدا میکنه ما یه مستری هستیم یک مجموعی هستیم متناسب با شرایط زمانی رو پیش میریم مثل یک رود هستیم یک فضای مرده نیستیم و وقتی امکانات جدیدی فراهم بشه ما هم از همونا استفاده میکنیم بدون شک این هدفی هست که از حال ما اعلام میکنیم از حالا به بعد در رو بیشتر باز خواهیم کرد فیلم هایی که در خارج از ایران تولید میشن با این کارگردان ها با این پتانسیل های خوب فیلم هایی که واقعا ما میتونیم اونها رو به عنوان فیلم های خوبی از عوامل ایرانی معرفی بکنیم من فقط خواستم تشکر بکنم از تمامی دوستان تمامی داوطلبان تمامی اسپانسرها که در این جشنواره به ما کمک کردند نیروی جوان بسیار زیادی در این جشنواره داره به ما کمک میکنه بچه هایی که واقعا با اومدنشون یک شور و علاقه خیلی خاصی رو به ما میدن و ما واقعا باید افتخار بکنیم که چنین کامیونیتی با چنین افرادی داریم به سر میبریم از اسپانسر های برنامه با تشکر میکنیم خواستم تشکر ویژه رو بخصوص بکنم از دفتر خانم شفی در این سالها حامی ما بودن کمک کردن اسپانسری کسانی که به جای اینکه مثلا سرمایه خودشون رو صرف مثلا سازی بکنن ترجیح دادن که این رو صرف کارهای هنری بکنن کارهای هنری که نه تنها با اسمش چیه باعث میشه که خود این افراد احساس لذت میکنن بلکه به جامعه و کامیونیتی ایرانی احساس خیلی خوبی رو میدن و احساس لذت رو میبخشن این اسپانسرها میتونستن مثل خیلی از کسان دیگه مثلا پول خودشون صرف برسازی بکنن ولی هیچ چیز به فرهنگ ایرانی رو اضافه نمیکن و واقعا با تشکر کرد از این نمونه اسپانسرها از این کسانی که علاقمند هستن به فرهنگ ایرانی اگر ما هر کدوم از ما این همیشه شعاری هست که ما داشتیم اگر ما به عنوان ایرانی اگر میخوایم مطرح بشیم اول باید سعی بکنیم جایگاهمون در اون جامعه ای که هست ترقی پیدا بکنه فرهنگ یکی از جاهایی هست که باعث میشه ما به عنوان یک ایرانی یک جایگاه بهتری رو داشته باشیم ممنون و متشکرم خیلی متشکرم از جناب آقای گنجوی ممنون که با این گزارش و تا این تا این گزارش هم همراه ما بودید تا گزارش بعدی که احتمال بسیار زیاد در روز جشواره خواهد بود با شما خدافظی میکنیم خدا نگهدار